Baş hazırdım ya. Yasadam ya çılgın. Selamünaleyküm açalım. Hastayız, huzurdayız. Hop. Şunu benim açalım. Hasta termodinamik odasından sen geldin. Ben şunun konu var. Eğer o şeyde hastaysa daha doğru bana atılabilir. O şeyin ismi lan. Hop. Benim açam ama o da termodinamik uğraşım salat mı geldiğim ve yasayı mefahim ve tarifin der mورد termodinamik بود که بهتون گفتیم گفتیم این مفاهیم رو بلد باشید از جمله مهمترین نشی که معادله حالته که پی بی مساوی ان آر تی یکی هم قانون اول ترمودینامیکه که دلتا یو مساوی کیو به اضافه دبلیو اینها رو گفتیم که باید بلد باشید یعنی خیلی مهمه که تو همه این مفاهیم و تعاریف اینا خیلی مهمه یکی این یکی این خب بعد در مورد فرآیندها صحبت کردیم که فرآیند هم حجم هم فشار گفتیم دیگه هم حجم یعنی حجم ثابت میمونه هم فشار یعنی فشار ثابته هم دما یعنی دما ثابته و یه فرآیند دیگه هم داریم به نام بیدررو که چهار تا فرآیند رو شما خوندید مثلا هم حل میکنیم اجازه بدید یه بخشی از این زمان ما متاسفانه رفت برای تنظیمات متاسفانه اشکال این برنامه اینه که ما قبل از اینکه کار رو شروع کنیم نمیتونیم تنظیم بکنیم یعنی دقیقا رأس ساعت چهار به ما اجازه ورود میده مثل شما یعنی من جلوتر نمیتونم وارد بشم تنظیماتش رو انجام بدم من یه سری تنظیماتی رو با بلوتوث و با هندزفری و با چیزهای مختلف انجام دادم که نشد و در نهایت حالا مجبور شدم که لپتاپ عوض کنم به هر صورت حالا فعلا یه بخش از زمان ما گذشت من درس رو به یه جا برسونم و بعد حالا اگر امروز هم نشد حالا یه جلسه حل تمرین یا تا قبل از جمعه سعی میکنیم برنامه رو بچینیم با مدرسه که بتونیم یه حل تمرین داشته باشیم چون یه سری سوالاتی هم امروز براتون در محدوده آزمون جامعه بهتون خواهم داد برای ما از آزمون جامعه خیلی جلوتریم کتاب اون داره تموم میشه ولی خب به حال در محدوده آزمون جامعه بهتون در واقع سوال خواهم داد و حل تمرین هم خواهیم کرد خب خدمت شما عرض کنم که داشتیم میگفتیم که چهار تا فرایند رو برای شما گفتیم یه برنامه ای که میشنن یا حالا چرا یه بارم برنامه در اول با تجربه شیرم بعد با شما میشنن حالا در حال دیگه اینا مسئولی که هست خب نمودارای همدما بیدر رو بهتون نشون دادم با هم یه مقایسه کردیم گفتیم که انبساطی ها چیگر میشه تراکمی ها چطوری میشه نمودارای همدما رو با هم دیگه اینکه چطوری باشه مقایسه کردیم اینجا که گفتیم هر چقدر نمودار بالاتر باشه در واقع
دما بیشتره، یعنی در مثلا T3 در یک دمای بیشتری داره فرایند همدما انجام میده، T2 از T3 کمتره ولی از T1 بیشتره و T1 هم از همه کمتر. این هم مقایسه هاش بهتون گفتیم. و در مورد نمودارهایی که مثلا هم حجم رو میخوایم توی PT رسم کنیم یا هم فشار رو میخوایم توی VT رسم کنیم به چه صورت هست، اینا هم بهتون گفتیم. و گفتیم هم که هر چقدر شیب کمتر باشه فشار بیشتره یا حجم بیشتره، یعنی حالا بستگی داره که شما فرآیند هم حجم داشته باشید یا فرآیند هم فشار داشته باشید. هر کدوم کمتر یا بیشتر باشه حالا به شیب بستگی داره، یعنی شما به شیب نگاه میکنید. شیب هر چقدر کمتر بود، اینجا بهتون گفتیم شیب هر چقدر کمتر باشه حجم بیشتره، یا اگر در مورد فشار ثابت بود میگیم شیب هر چقدر کمتر باشه فشار بیشتر. خب ما در واقع 4 تا فرایند رو بهتون و تموم شد و یادتون باشه یه جدولی هم براتون کشیدم، گفتم این جدول رو داشته باشید برای خودتون که 4 تا فرایند رو تو جدول آوردم، گفتم هر فرایند یه کارش مثلا چجوریه، کیو چجوریه و دلتا یو چجوری میشه. شما در مجموع باید این دلتا یو مساوی دبلیو به اضافه کیو رو بلد باشید. خب دلتا یو این در واقع قانون اول ترمودینامیکه دیگه، که گفتیم که حتما اینو باید بلد باشی که به چه صورتی هست و اینا رو همه رو بهتون گفتیم که W و Q چی هست و به چه صورتی، این رو باید بلد باشید. قانون اول ترمودینامیک بسیار مهمه، تو تمام فرآیندهاتون هم استفاده میشه. خب اگر از مبدا نباشه اصلا نمودار اون فرایند شما فرایند نمیدون بلد نیستیم، یعنی نمیدونیم چه فرایندیه. دقت داشته باشید اگر اینایی که دارید اینجا میبینید از در واقع مبدا عبور نکرده باشه، اون فرایند فرایند نامشخصیه، یعنی شما نه فرایند هم حجم نه فرایند هم فشاره، یه فرایند نامشخصی با توجه به اطلاعات مسئله ما میتونیم از اون خطوطی که کشیده استفاده کنید، فقط همین. ولی شما اونا رو به عنوان یه فرایند شناخته شده ای که بتونید حل بکنید ندارید. ببینید فرایندهایی که ما برای شما آموزش دادیم، یعنی در واقع در محدوده کار شما هست، فقط در همین نمودارهایی که بهتون داده شده، یعنی فرایند هم حجم شما 3 تا نمودار بهتون گفتم و تمام این نمودارها هم 2 به 2 دیگه، 2 به 2 این ستایی که بهتون گفتیم، ستا ما داریم پی وی و تی، پی وی و تی 3 تا متغیر ترمودینامیکی هم، این نمودارها در واقع 2 به 2 هم دیگه، یعنی شما نمودار پی تی داری، نمودار وی تی داری، نمودار پی وی داری، درست شد؟ شما 4 تا فرایند خوندید، این 4 تا فرایند یه فرایند همهش خوندید که این 3 تا فرایند رو بهتون گفتیم، یه فرآیند همفشار خوندید که باز این 3 تا فرآیند رو بهتون گفتیم و 3 تا نمودار رو براتون رسم کردیم، یه فرآیند همدما باز 3 تا رو بهتون گفتیم. فقط فرآیند همدما پی ویش نمودار منحنی میشد، یه نمودار صاف نمیشد، و یه دونه بیدرو که فقط یه نمودار پی وی رو توی بیدرو رو به شما گفتیم، بقیه نمودارها دیگه به شما نگفتیم. پس شما در مجموع 10 تا نمودار یاد گرفتید. خب این 10 تا نمودار قالب نمودارهای فرایندهاییه که شما در واقع خوندید، یعنی وقتی مثلا رو نگاه میکنید ببینید که آیا اینها به چه صورتیه و در واقع چه سیستمی داره و در واقع رو کدوم یکی از نمودارهایی که شما خوندید سوار میشه. اینا خیلی مهمه، اینا رو باید بلد باشید، یعنی شما اگر بیس رو بلد باشید یه بقیهش کاری نداره و بیسش هم همون 10 تایی که بهتون گفته بودیم. خب من خدمت شما عرض کنم که تکالیفی که بهتون داده بودم رو حالا الان براتون
انجام میدم تا یه فرمون که به چه صورتی از خود رو رفت اشکالم میکنیم براتون. خب بله توی سوالا دادم بهتون، میدونم چه اتفاقی افتاده، توی سوالا بهتون دادم که از روی خط از روی مبدا عبور نمیکنه، خاطر همین هم دارم میگم دیگه که شما نمیدونید چه فرایندیه، ولی با توجه به داده های مسئله میتونه حل شده. حالا حلش میکنم براتون توضیح میدم چی. خب تا این سوالا که بهتون داده بودم آپلود بشه و بیاد اینجا و ما بتونیم ببینیم، تا قبل از اون من یه بخش دیگه از درس رو میرم جلو، حواستون جمع کنید گوش کنید به درس تا اون سوالامونم آپلود بشه و بعد من دوباره بهتون بقیه موارد رو بگم. ببینید بچه ها، یکی از مسائلی که در واقع مونده و شما باید بلد باشید موضوعی به نام چرخه. چرخه یعنی چی به طور کلی؟ مثلا چرخه چی هست؟ به چی میگن چرخه؟ دقت داشته باشید، چرخه در واقع چند تا فرایند پی در پیه. در واقع چرخه اینجوری که بخوام تعریف کنیم میگیم فرایندهای پی در پی که از یک نقطه شروع میشه و دوباره به نقطه اول برمیگرده. داشته باشید پس شد چی؟ بنابراین چرخه میشه فرایندهایی که از یک نقطه شروع میشه و به همون نقطه برمیگرده در اثر فرایندهای پی در پی. درست شد؟ خب را دقت کنید، اینا دوستان آفیدش کنم برای شما.
امروز کلا روز ما نیست، امروز مردم زید یه بار این قد میشه یه بار اون قد میشه، اشکال نه. خب داشتم میگفتیم که چرخه هست، که چرخه مجموعه یا چند فرایند پی در پی هست که از یک نقطه شروع میشه و به همون نقطه دوباره ختم میشه، این شد چرخه. حالا توی چرخه چه اتفاقی افتاده؟ نقطه یعنی چند تا فرایند پی در پی انجام میشه، مثلا یه فرایند هم حجم انجام میشه، بعدش یه فرایند هم فشار، بعدش یه فرایند هم دما، بعد ممکنه یه فرایند بی در رو، دوباره یه فرآیند همفشار. نمیدونیم چندین فرآیند ممکن اتفاق بیفته که در نهایت دوباره از یه نقطه‌ای که شروع شده بره بچرخه و دوباره برگرده به همون نقطه اولش، یعنی از یک حالت بیاد و به یه همون حالت اول دوباره برگرده. به این میگن چرخه. کلا اینو در نظر بگیرید، توی چرخه که ممکنه فرآیندهای مختلفی صورت بگیره، ما میتونیم از نمودار یه سری اطلاعاتی دست بیاریم و اونم اینه که اگر شما مساحت چرخه رو حساب بکنید و به دست بیارید، مساحت چرخه رو اگر به دست بیارید میتونید در واقع کار رو حساب بکنید. در نظر داشته باشید کار در یک چرخه برابر است با مساحت اون چرخه‌ای که شما دارید میبینید. مثلا اینجا سمت چپیه رو ببینید، یه چرخه رو شما دارید میبینید، حالا فرق نمیکنه از کجا شروع شده باشه، یعنی اومده از یه جایی شروع شده، چرخیده و دوباره به خود نقطه خودش، نقطه اولش برگشته. خب این رو بهش میگه یه چرخه. تو این هم چرخه هست، نکنید این هم یه دونه چرخه هست، منطقه فلشش فرق میکنه، این از این بر اومده چرخیده و دوباره برگشته به نقطه اول. هم سمت چپیه، هم سمت چپیه. عجله نکنید بچه‌ها. آقای رحمان شما همچنان همیشه سوالاتی که میپرسید جلوتر از کلاس ها، عجله نکن بذار میرسیم. حالا تازه من الان تازه شروع کردم گفتم چرخه. خب هر دوتای اینها که شما میبینید حالا فعلا به شکل مستطیل هست، خب دارید میبینید دیگه، اینا ما میتونیم مساحت مستطیل رو حساب بکنیم و با محاسبه مساحت مستطیل کار رو به دست بیاریم. یعنی در مجموع ما میتونیم بگیم تو این چرخه چقدر کار انجام شده. چون دقت کنید بچه‌ها، وقتی که فرض کنید 4 تا فرایند انجام شده باشه، تو این 4 تا فرایند هر کدوم یه فرایند دیگه، بعد دقت کنید حتما این چرخه‌ای که من میگم که کارش رو میتونیم حساب بکنیم، این حتما در نمودار پی وی ها، حواستون باشه پی وی، چون اگر خاطرتون باشه در ویدیو مساوی حاصل ضرب پی و وی بود دیگه، منفی پی دلتا وی، درست شد؟ کلا حاصل ضرب پی و وی، حالا نه اینکه تو همه فرایندها این اتفاق بیفته ها، تو همه فرآیندها یه حاصل ضربی از پی و وی وجود داره. حالا اون چیزی که شما خوندید به این صورت داریم، به هر صورت حتما نمودار باید پی و وی، اگر نمودار وی تی داد شما نمیده کار رو حساب بکنید و حواستون به موضوع باشه، یعنی حتما نمودار پی و وی باید باشه، اینو دقت داشته باشید. خب حالا اگر در نمودار پی وی شما مساحتی داشته باشید، مثلا مستطیل، خب اینا خودشون هر کدوم یه فرایند میتونن باشن دیگه. مثلا فرض کنید اینجا یه دونه اینجوری اومده باشه مستقیم بالا، خب این الان چه جور فرایندیه؟ این فرایند الان به ما یکی بگه، از اینجا مثلا از حالت یک اومده به حالت دو، خب این فرایند رو بگید چه نوع فرایندیه بچه‌ها؟ بله فرایند هم حجم، درست. خب حالا در فرایند بعدی ممکن این به این صورت صاف مستقیم بیاد اینجا و برسه به نقطه 3. خب اینجوری اومده. درست. این چه نوع فرآیندی؟ اینو من بگیم. این هم فرآیند همفشار. فرآیند
همفشار انبساطیه. خوب دقت کنید، ببینید چون وی منبسط شده دیگه، از روی فلشه ما میتونیم بفهمیم که وی منبسط شده یا منقبض شده. دقت داشته باشید. خب اینجا یک فرایند همفشار انبساطی، این هم داشته باشید. خب حالا یه قطع وصل صدا به خاطر اینترنت ها بود. یعنی کلا اینترنت ها مونه. خب این هم یه فرایند دیگه که به این صورت اومده. این چه نوع فرایندیه؟ از شماره 3 رسیده به شماره 4. این چه فرایندیه؟ اینم به من بگید. چه فرایندیه این؟ فرایند 3 به 4 هم حجم. برای هم حجم نمیتونیم بگیم تراکم یا انبساطی. هم حجم هم حجم دیگه. تو هم حجم که دیگه تراکم نداریم یا انبساط نداریم. تراکمی یا انبساطی برای فرایندهایی که هم حجم نباشه، یعنی غیر از فرایند هم حجم، شما هر فرایند دیگه، مثلا فرایند هم فشار باید بگیم انبساطیه یا تراکمی. فرایند بی در رو از روی نمودار اون فلشی که رسم میکنه باید بگیم که بی در روی شما هم بی در روی شما انبساطیه یا تراکمیه. اگه فرایند همدمان باشه باز به هم زد باید بگیم که حجممون در واقع انبساطیه یا تراکمیه. حالا از شماره 4 میاد مستقیم به همون نقطه اولی که وجود داشت و به نقطه 1 میرسه. از شماره 4 دوباره برمیگرده به نقطه 1. این چه فرایندیه؟ چه فرایندیه بچه؟ همفشار تراکمی، نه همفشار متراکم. دقت داشته باشید. اینا اسماشون مشخص دیگه. همفشار تراکمی. خب حالا هدف هم از این چی بوده؟ هدف از این بود که شما اولا چرخه رو بفهمید که یعنی چی؟ این یک. دو، شما توی یک چرخه ببینید که ممکنه فرایندهای مختلفی صورت بگیره. بله این ممکنه چندین بار تکرار بشه. خب در در این چرخه فرایندهای مختلفی صورت میگیره. شما هر کدوم از این فرایندها رو به مثلا الان میگن آقا کاری که در این چرخه انجام شده چقدره؟ خب کاری که در این چرخه انجام شده چقدره؟ شما باید بیای بگی آقا فرایند اول هم حجم کارش صفره. فرایند دوم هم فشاره انبساطیه، درست شد؟ کارش میشه مثلا منفی، منفی پی دلتایی. فرایند سوم دوباره هم صفر. فرایند چهارم دوباره هم فشار تراکمیه و اینجا میشه در بیجو مساوی مثبت پی دلتایی چون تراکمیه. قبلا اینا درس گفتیم، جزئیاتون یه بار نگاه کنید مشخصه. خب پس یکی صفره، اون یکی هم منفی پی دلتا ویه، اون یکی هم صفره، اون یکی هم مثبت پی دلتا ویه، ولی پی بالایی با پی پایینی فرق میکنه. درسته دلتا ویهاشون یکیه، دلتا وی جفت اینا برابره، ولی پیشون فرق میکنه با هم دیگه. خب پس یه بار باید برای اون کار رو حساب کنیم، یه بارم برای این یکی باید کار رو حساب کنیم، در نهایت حاصل جمع همه اینها رو جمع کنیم و بگیم آقا کاری که در این چرخه انجام شده فلان قدره. درست شد؟ به جای این کار که ما بیایم دبلیو تک تک اینا رو به دست بیاریم و بعد از اینکه دبلیو تک تکشون به دست آوردیم بیایم جمع کنیم، جمع جبری، و کار رو به دست بیاریم، یه فرمولی به شما میدیم، میگیم که اگر خواستید دبلیو چرخه رو حساب بکنید مساحت چرخه رو حساب کنید، همین مساحت چرخه رو حساب کنید، این میشه کار چرخه. ولی
ولی خیلی بزرگی داره که این ولی رو باید خوب دقت کنید. ببینید اینجا گفتم اگر چرخ ساعتگرد باشه دبلیو میشه منفی اس. یعنی چی؟ ببین بچه تو ریاضی اس که یعنی مساحت که منفی مثبت نمیشه گیر. تو ریاضی شما مساحت به دست میاری یه عدد دیگه، این عدد عدد مثبتی، ما مساحت منفی تو ریاضی نداریم که، درسته؟ پس شما مساحت حساب میکنید، یعنی ریاضی وار مساحت حساب میکنید. وقتی مساحت حساب کردید میشه یه عددی، مثلا میشه 1000، مثلا میشه 1200، هر عددی شد. حالا نگاه میکنید ببینید که چرخه شما ساعت گرده یا پاد ساعت گرده، یعنی ساعت گرده یا خلاف ساعت گرده. مثلا این چرخه رو شما الان نگاه کنید ساعت گرده، ببینید این چرخه رو شما نگاه کنید ساعت کرده، یعنی موافق با عقربه های ساعت این هم داره میگرده. خب این چرخه رو بهش میگن ساعت گرده. حالا اگر شما چرخه دیگه ای داشته باشی که برعکس این به چرخه میشه پاد ساعت کرد، مثلا فرض کنید که این پی وی شما باشه، این الان پی وی، خب فرض کن که اینجوری باشه، حالا یه شکل فرق مهم نیست، مونگه اصلا شکل دایره‌ای باشه، فرض کن اینجوری باشه، این یه پاد ساعت کرده، یعنی خلاف عقربه های ساعت، درست شد؟ پس پاد ساعت کرد یا ساعت کرد. اولش پس چیکار میکنید؟ اول فقط مساحت حساب، مساحت که حساب کردی بعد میاد نگاه میکنید که ساعت کرد یا پاد ساعت کرد. اگر ساعت کرد بود یه علامت منفی میذارید برای مساحت، نگاه کنید اینجا، اگر ساعت کرد بود میشه منفی اس، اگر پاد ساعت کرد بود میشه مثبت اس. به همین راحتی فقط اس رو شما باید حساب بکنید. خب فقط برای حساب کردن اس دوباره چند تا نکته وجود داره. نکاتی که وجود داره چیه؟ دقت داشته باشید. نکاتی که وجود داره اینه. ببینید حتما باید برای به دست آوردن اس، شما وقتی میخواید اس رو به دست بیاری، حتما باید این وی شما متر مکعب باشه. یعنی اگر سانتی متر مکعب بود یا لیتر بود باید به متر مکعب تبدیلش بکنید. این یه موضوع. و حتما باید پی شما پاسکال باشه، یعنی اگر اتمسفر باشه یا نمیدونم حالا چیزای دیگه باشه مثل بار نمیدونم هر چی که باشه، یا سانتی متر جیوه یا میلیمتر جیوه، هر چی که میخواد باشه باید پی شما به پاسکال تبدیل بشه. بنابراین برای به دست آوردن اس حتما باید پاسکال باشه و حتما باید وی متر مکعب باشه. ببینید یه چرخه رو باید کامل باشه تا بتونی مساحت رو به دست بری دیگه. اینکه حالا گفتم حالا دیگه جوابشو دادم، 1 به 4، 4 به 3، 3 به 2 و 2 به 1. برعکس اگر باشه همین چرخه هست، فقط میشه چرخه پاد ساعت کرد و اس رو به دست میاری، فقط میخوای بگی دبلیو چقدره، اگر ساعت کرد بود میگی منفی اس، اگر پاد ساعت کرد بود میگی مثبت اس. و همین راحتی، فقط باید حتما هم باید فشار پاسکال باشه هم حجم متر مکعب باشه. شما چی سوال پرسیدید؟ چرخه فقط با پی وی نشون میدن؟ چرخه رو میتونن با چیز دیگه هم نشون بدن، یعنی شما تو وی تی هم میتونید یه چرخه رسم کنید. به هر حال هر چند تا فرایند پی در پی که از یک نقطه شروع بشن و به نقطه اول برگرده به میگن چرخه. چرخه مشخصه دیگه، یعنی از یک نقطه شروع کنیم برگردیم دوباره به نقطه اولش. شما در تمام نمودارها میتونید چرخه رسم کنید،
ولی اگر بخوای کار رو حساب بکنی باید پیوی باشه. زده شدید؟ اگر بخوای کار رو حساب کنی بر مبنای مساحت، حتما باید نمودار پی وی داشته باشی تا بتونیم مساحت رو حساب بکنیم. شما در نمودار وی تی مساحت یه معنی نداره، هیچ مفهومی نداره که شما در نمودار وی تی به مساحت رو حساب کنید، به چه درد نمیخواد. و فقط در فرایند در نمودار پی وی که شما میتونید مساحت رو حساب بکنید و مساوی کار قرار بدید. خب حالا اگر چرخه نبود، خب ببین چرخه نیست دیگه. ببین اینا چیزی شما بچه ها بعضی از سوالاتون سوالات خیلی ابتداییه، بخوردت الان شاید من حوصله ندارم خیلی. سوالات انقدر سوالات از خواهی بوده، من یه خود اعصاب هم خورد شده، یه خود سب کنید اعصاب هم آروم بشه بهتون بگم که چیه. خب ببینید بچه ها، این یک چرخه نیست. سوالی که پرسیدید خب واضحه که این چرخه نیست. چرخه ببینید از یه نقطه شروع کنی، فرایندهای پی در پی انجام بدی، برگردی دوباره به نقطه اوله. چرخ، چرخ یعنی چی؟ چرخ، چرخه از همین چرخ داره میاد دیگه. از شماها بعیده دیگه یه همچین سوالاتی بپرسید. پی در پی انجام بشه، از یه نقطه شروع بشه، به همون نقطه دوباره برگرده. این چرخه نیست بچه ها، این چرخه نیست. دیگه به این نمیگن چرخه، این کجا چرخه است؟ پس تو تعریف مشخصه فرایندهای پی در پی که شروع میشه و دوباره به همون نقطه اول برمیگرده. شما وقتی که مثلا اینجا تو همین جایی که الان هست، من این خط رو بردارم، شما الان از نقطه یک میری به نقطه دو، خب خیلی خوب، از نقطه دو میری به نقطه سه. این فلش شما باید از سه بری به چهار دیگه. این که از سه به چهار نمیری، این از چهار رفته به سه، این از چهار به سه، این که دیگه ادامه نداره که. ببینید از دو به سه که دیگه ادامه پیدا نکرد، سه به چهار بره که. پس این دیگه اینجا چرخه قطع شد، این یه چرخه نیست. وقتی چرخه نیست دیگه کار چی رو میخوای حساب بکنی؟ چرخه که نیست که، ما میگیم کار چرخه رو حساب کنید. وقتی چرخه ای نداری کار چی رو میخوای حساب بکنی؟ یه وقت ممکنه بگه مجموع کارهایی که تو اینجا انجام شده چقدر؟ اینجا اینی که الان این شکلی که الان شما دارید میبینید بچه ها، مثل این که علی آقا فرایند یک به دو رو تو خونه خودش انجام داده، حسن آقا فرایند دو به سه رو رفته تو مدرسه انجام داده، آقا تقی فرایند یک به چهار رو رفته توی پارک انجام داده، یه فاطمه خانم اومده فرآیند 4 به 3 رو رفته تو خونه خودشون انجام داده. بعد حالا میگیم آقا کار اینا چقدره؟ یعنی چی؟ اصلا چه مفهومی داره که من بیام حالا کار آقا تقی و علی آقا و آقا محمد رو نمیدونم، اصلا آقا و
نمیدونم فاطمه خانم و همه رو بیام کارش حساب کنیم که چی بشه، به چه دردی من میکنم. وقتی من کار رو میخوام حساب بکنم که یا یه دونه فرایند داشته باشم بگه آقا این فرایند چقدر، ولی خب به هر درست مفهومی نداره، ولی اگر یک آدم چه میدونم نادونی پیدا شد بابا اینجا شما کارها رو حساب کنید، مجموع این کارها رو حساب کنید، اینجا چاره ای نداره جز اینجا تک تک کارها رو حساب بکنید جمع کنید، یه چرخه نیست که شما به حساب کتاب بکنید. الان اینجا همون موضوعی که اولش توی چرخه بهتون گفتم، یعنی میگی فرایند یک به دو هم حجم کار صفر، فرایند دو به سه هم فشار کارش فلان قدر میشه، فرایند چهار به سه فرایند هم حجم صفر، فرایند یک به چهار هم فشار فرایندش مثلا کارش فلان قدر میشه. بنابراین این دوتا کار رو با هم جمع میکنی و میگه آقا مجموعا این کار رو انجام بدم، اگر از شما بخوان چاره جز این که فرایند کارش رو حساب بگه چاره دیگه ای نداری و دیگه نمیتونی به عنوان مساحت حساب بکنی. نه چرخ ها میتونن این تا فرایند داشته باشن، الزامن هم چهار مرحله ای نیستن. ببین بچه ها چرا متوجه نیستید، بکنم روز شما رو برده، من رو نبرده. دوستانی که سوال میپرسن تعریف چرخ چی بود؟ فرایندهای پدر پدر شروع میشه و دوباره حالت اول بر میگرده. من نگفتم چهار تا فرایند، نگفتم سه تا فرایند، نگفتم فرایند مستطیلی، هیچ نگفتم این رو. فرایندهایی که پی در پی انجام بشه از یه نقطه شروع بشه به همون نقطه دوباره برگرده. میتونه این فرایند ها دو تا باشه، دو تا میتونه این فرایند ها سه تا باشه، میتونه این فرایند ها شیش تا باشه، هر چقدر فرایندی که مهم هست میتونه اینجا وجود داشته باشه، اصلا اهمیتی نداره. یعنی شما وقتی نمودار پی وی داری اصلا این مهم نیست که شما چند تا فرایند انجام میشه، فرایندهای پی در پی باشه که از یک نقطه شروع بشه و دوباره به همون نقطه برگرده. فقط همین. میتونه مثلا فرایند مثلا یه دونه هم حجم باشه، یه دونه مثلا هم دما باشه به صورت منحنی، بعد دوباره یه دونه هم فشار باشه به حضرت برگردیم، و اینا فرایند هایی که میتونه باشه. این هم الان چرخ هست، این هم یه دونه چرخ هست، چون از یک شروع شده رسیده به دو، از دو اومده به سه و دوباره از سه برگشته به یک. این هم یه چرخ هست، چرخ هایی که فرایند های پی در پیش هم حجم هم دما و هم فشار تراکمی، درست شد؟ حالا این هم دما میتونه بی در رو هم باشه، چون هم دما هم بی در رو جفتش هم منحنیان، حتما توی سوال اشاره میکنه که این نموداری که منحنی که ما کشیدیم هم دما یا بی در رو، این حتما به شما اعلام میکنه خیلیتون راحت شد. خب پس حالا سوالی که مطرح شد و ما در واقع میخوایم بهتون بگیم اینه که حالا اگر یه همچین نمودارهایی بود ما باید چجوری بیایم و رسم بکنیم، کارش رو بیایم حساب بکنیم. آقا ما که منحنی رو چجوری باید کارش رو حساب بکنیم، درست شد؟ اینها دیگه میگه تو این بخشی که شما نخوندید و جز کارهای شما دیگه نیست، یعنی اینکه اگر در واقع از شما موضوعی رو خواستم که اگر از شما رو خواستم که منحنی داشت یعنی بیدرو بود، یا خدمت شما عرض کنم که همدما بود یعنی فرایند پیوی رو به شما بدم،
و در فرآیند پیری در واقع شما داشته باشید که یکیش مثلا همدامه یکیش بیدرو. خب شما دیگه نمیتونید مساحت این مونه رو بکنید و جز محدود درسی شما نیست. این قدیم انتگرال میخوندن بچه هایی که مثلا یه انتگرال هم حذف کردن، با انتگرال میشه مساحت منحنی رو حساب کرد. سوال پرسید که بله ببینید من باز فکر کنم موقعی من داشتم درس میدادم، حالا یا دوستان بعضشون هنوز حاضر نبودن یا احتمالا صدا قطع شده بوده، من موقعی که درس رو به شما گفتم اولش توضیح دادم دیگه، گفتم شما برای اینکه در چرخه کار رو حساب بکنید یه روشش اینه که بیاید تک تک کارها رو حساب بکنید. اینجا هم بهتون گفتیم تک تک کارها رو حساب بکنید با هم دیگه جمع جبری، یه روششه. تو ما برای اینکه جلوگیری کنیم از این وضعیه که بیایم مثلا حالا چهار تا خب دست تا هشت فرایند صورت گرفته باشه یه چرخه صورت شده باشه، شما حالا این هشت تا کار رو حساب بکنید، بعد یه تشخیص بدی که این نمیدونم هم حجم کار صفر، این یکی هم فشار کارش فلانه، به جای اینکه اینا رو بیا حساب بکنی تک به تک. ما برای راحتی کار گفتیم دیگه، گفتیم آقا به جای اینکه شما بیاید تک به تک کارها رو حساب بکنی با هم جمع جبری بکنی، یه دفعه به مساحت رو حساب کنه همین راحت. درست شد؟ خب اینجا این کار رو اگر شما بخوای حساب بکنی شما نمیتونی کار این رو چون منحنی این کارش رو شما نمیتونی بسنی، مگر اینکه خود سوال گفته بودم یه کاری که در هم ما انجام شده مثلا اینقدر جول است، یعنی شما اون جول رو داشته باشید که بعد این کارم انجام بدید، ولی شما وقتی که منحنی باشه نمیتونی مثلا توشه بکنید سوال نبرسید. گفتم در فرآیندهایی که منحنی وجود داره شما مساحت رو نمیتونی بسن بکنید. ما در واقع برای بخشایی در نظر داریم میگیریم که منحنی نباشه. و اما حالا غیر از اینکه چرخه باشه دقت کنید، حالا ممکنه که من فقط یه دونه فرآیند داشته باشم، نگاه کنید در پی وی، باز دوباره تاکید میکنم حتما فقط در نمودار پی وی ما میتونیم کار رو حساب بکنیم. در نمودار پی وی مثلا میاد میگه آقا کار این حساب کار این حساب بکنید. خب شما یه روشی که میتونید داشته باشید اینه که بگید آقا این فرایند یک فرایند هم فشار انبساطی، درست شد؟ و بعد بیاید اینجا ببینید که یکش مثلا چنده، اینجا بیاید مثلا ببینید که اینجا یکش چنده، بعد ویدو چنده، از چون دلتا وی برای مهمه دیگه میگیم منفی پی دلتا وی، درست شد؟ خب اینجا هم که یه پی وجود داره دیگه، این پی مشخصه، اینجا یه پی که این پی که ما داریم اینجا معلومه دیگه، اینجا توی همین راستا اومده، درست شد؟ خب شما بگی آقا این پی مثلا 10^5 پاسکاله، وی یک مثلا 1 متر مربع، وی دو هم 2 متر مربع، من فی پی دلتا وی رو بذارم و دبلیو رو حساب کنم. این یه روششه. باز دوباره اینجا هم ما میتونیم بگیم که کار انجام شده برابر است با مساحت زیر سطح نمودار. مساحت زیر سطح نمودار یعنی چی؟ یعنی این که ببین در واقع شما توی ریاضی میگی به تصویر یا سایه، میگی آقا این خط نمودار من چه تصویری رو یا چه سایه ای رو در زیر خودش جاروب میکنه اصطلاحا. خب وقتی که نگاه میکنیم میگیم، یعنی در واقع شما اگه از بالا نور بندازیم این خط پی شما چه یا چه تصویری میندازه روی نمودار وی شما، ببینید
این مجموعه تصویریه که یا سایه‌ایه که در واقع ایجاد میشه. درست شد؟ مساحت این سایه اگه شما حساب بکنید، این سایه الان خودش یک مستطیله. این سایه الان یک مستطیل بنابراین کل این مستطیل اگر شما مساحتش حساب بکنید، اگر مساحت حساب بکنید در واقع شما دبیدی رو برسید. درست شد؟ دوباره اینجا آیا دوباره S مثبت دبلیو میشه یا منفی میشه؟ چطوری میشه؟ بازه به درستون گفتم دقیق کنید این شکلی دیگه کشیدم منطقه ها گفت اگر انبساطی باشه دبلیو منفی هسته و اگر تواقع شد دبلیو مثبت هسته الزامی ندارید حتما از این استفاده کنید ولی بلد باشید چون ممکنه یه وقتی به شما سوالی بدن تستی بدن در عرض ثانیه بتونید جواب بدید یا یه وقتی هم ممکنه از اون سوالی بدن چاره ای بدید نداشته باشید بنابراین اینا رو باید بلد باشید اونی که بودم تو چه بلد باشید که کار مساوی منفی هسته یا منفی هسته اون رو حتما باید بلد باشید چون خیلی وقتا توی چه شما از اون مجبوری که مساحت رو به دست بگیرید تمام شده ولی اینکه رو یه خط باشه و این خط انبساطیش میشه منفی هسته اینا رو کم کم به مرور میتونید با حل مسئله بیشتر یاد بگیرید خب این در واقع مجموعه در ما گفتیم به شما و در واقع تست هم میخواستیم براتون حل بکنیم که تازه الان آپلود شد و این طور یاد بطاله من منتظر این بودم که ولی خب زمانتون هم تموم شد تقریبا این یکی از تست هایی بود که بهتون داده بودم یه سری تست هم حالا امروز من براتون دوباره میفرستم این رو به آقایون به دوستان خواهش میکنم ازشون که اینو برای شما در واقع پی دی افش رو براتون بفرستن چون با پاسخنامه است در واقع پاسخنامه این و قبلیه یعنی ما دو تا به شما تست دادیم یه 10 تا سوالی بود بکنم یادم بکنم اینم 25 سوال بود بنظرم که در واقع اینا رو ما به شما داده بودیم این 10 سوالی هست دیگه دارم بکنم 25 سوالی بهتون داده بودیم اینها رو پاسخنامه هاش هست نگاه بکنید که ما سعی میکنیم حالا از دوستان خواهش میکنیم که یه زمانی رو بتونن به ما اختصاص بدن برای حل تمرین که حالا یه حل تمرینی هم داشته باشیم که اشکالاتتون برطرف بشه شما این سوالی که پرسیدید حالا چند تا سوال پرسیدن من یک جواب دو تا جواب بدم ببینید این که واقعا تست 5 ثانیه‌ایه یعنی ببینید شما الان تازه دارید یاد میگیرید و متاسفانه خب ما با توجه به شرایط جامعه مجبور شدیم که چه میدونم آنلاین پشت لپتاپ بشینیم و نمیدونم شما باید یه گوشی دستتونه و بعد دوستان مشخص گوشی دستشون و لپتاپ یا پی سی نگاه میکنن و یه سر دوستان گوشی دستشون خب یه گوشی انقدری مثلا چیکار بخواد بکنید مثلا شما یه گوشی انقدری گرفتین دستتون دارید من نگاه میکنید و چی ازش میتونید بفهمید مثلا عددا رو بعضی عددا رو ممکن اصلا نتونید ببینید بنابراین خب چاره نبوده و جامعه اینجوری هستش الان شرایط جامعه اینجوری هست فرضای اگر تو کلاس بود اصلا اینا همهشون توی 10 دقیقه تموم میشد یعنی من الان مجبورم به شما مثلا اونجا سوال دارید می نویسید من مجبورم سوال شما رو بخونم بعد بخونم جواب بدم بعد دوباره حالا ببینید که نمیدونم این صفحه رو عوض بکنم دوباره صفحه اون یکی رو بیارم دوباره اینو آپلود کنم دوباره اون یکی دانلود بشه دوباره
ببین همه اینا خب به هر حال زمان میبره. در صورتی که خب ما تو کلاس بودیم تو 10 دقیقه همه اینا رو جواب میدادیم. واقعا هم اگر تست حل بکنید و اشکالاتتون رشه، واقعا تست های 5 ثانیه ای اصلا نگرانی نداره. ولی خب زمان نیست. ما در هفته 4 زنگ با شما کلاس داشتیم، الان در هفته 1 ساعت با شما کلاس داریم. خب طبیعتا اینا محدودیت هایی که وجود داره و یه سری اون کارها به گردن خودتون هم میفته، یعنی سختیت کاری سرش به گردن خودتون میفته. به هر صورت حالا من پاسخنامه ها رو در اختیارتون قرار میدم، جواب رو ببین. از طرفی هم یه تمرینی سر میکنیم بذاریم که فشارتون طرف بشه. ضمنا گفتم ما از آزمون جامعه خیلی جلوتریم. شما محدوده از اون جامعه رو در نظر بگیرید که از گرما شروع میشه صفحه 96 تون، صفحه 96 کتاب از گرما شروع میشه تا انتهای هم حجم، یعنی تا سر هم فشار. یعنی خیلی از این مواردی که من به شما گفتم در واقع هنوز تو از اون جامعه بهش نرسید. پس از گرما صفحه 96 شروع میشه سرفصل از اون جامعه تون تا سر همفشار صفحه 132، فقط همینه. و نگاه کنید واقعا مباحث ساده ایه. اینایی که بهتون امروز درس دادم خب همه تو آزمون جامعه نیست و خب عجیبه داریم اول اردوبهشت مثلا و ما در واقع تقریبا درس همون تمام شده است. ما 1 ساعتی لازم داریم که کتاب رو تمام کنیم. خب طبیعتا دیگه اینقدر فرصت داریم که تا امتحانات شما نمونه سوال حل بکنیم و رفت اشکال بکنیم، نگران نباشید. سوال بعدی هم من آخرین سوال جواب بدم که پرسیده شده که اگر چند تا هم دما باشن گرمای کدومشون بیشتره. ببینید من اینو قبلا به شما گفتم، اولا اینکه گرمای کدومش بیشتره سوال غلطیه. نمیتونیم بگیم گرمای بیشتر دمای بیشتر، اونم اینجا بهتون جواب دادم. اما اولش هم اول کتابم دوره کردم اینجا که الان مسئله رو کنید بهتون گفتم. اگر شما چند تا فرآیند همدما داشته باشید، هر چقدر که این همدمای بالاتر باشه در دمای بالاتری داره انجام میشه، در دمای بالاتری داره انجام میشه. خب اینم که باز بهتون دادم. من خواهشم اینه که دیگه مثل حالت عادی کلاس ها که به همه حضوری بوده در نظر نگیرید. خواهشم این جزوه ها رو مطالعه بکنید. من اینایی که می نویسم و تهیه می کنم در اختیار شما قرار میدم به خاطر اینکه بخونیدش. اینا رو حتما بخونید و هیچ وقت هم قبل از اینکه جزوه های قبلی رو خونده باشید سر کلاس حاضر نشید لطفا. یعنی حتما حتما و حتما جزوه های قبلی رو بخونید بعد سر کلاس حاضر بشید. پس ما چرخه رو گفتیم تموم شد. توی کتاب هم چرخه رو یه نگاهی بکنید. یه سری نمونه سوالی هم از این محدوده آزمون جامع امروز بهتون تهیه کردم براتون ارسال میکنم. در محدوده آزمون جامعه تمام این سوالات، اینا رو سعی کنید جواب بدید. پاسخنامه‌اش هم براتون میفرستم که ببینید، بعدش هم رفع اشکال ان شاء الله میکنید. موفق باشید بچه ها. یه مقدار کلاس ما طول کشه، لازم بر تجربه منتظرم به خاطر حالا این وقتی که از ما گرفته شد یه مجبور شدیم که یه یروبی تقریبا زمان بیشتری بذاریم. موفق باشید، به امید دیدار مجدد و خوش باشید.